همین 2 هفته پیش بود که خبری منتشر کردیم که دانیال زمانی رکورد پرسینه بدون لوازم جهان رو با وزن 360 کیلوگرم زد و تونسته بود این رکورد رو 5 کیلوگرم یعنی چیزی حدود 10 پوند ارتقا بده. اما دانیال زمانی بیکار ننشست و در فاصله 2 هفته بعد از رکورد قبلی خودش این بار رکورد فوق‌العاده 365 کیلوگرم رو ثبت کرد و تبدیل به اولین انسان جهان شد که به رکورد فوق‌العاده 800 پوند پرسینه رسید. من سکوت میکنم و شما فقط اوج تکنیک و هنر دانیال زمانی رو توی مهار این وزنه به شدت سنگین ببینید. تمام این تکنیک و مهارت قطعا حاصل سالها تلاش و پشتکار دانیال و علم و تجربه مثال زدنی بابک غضبانی مربی دانیال هست که باعث شده تمام دنیای بدنسازی و قوی ترین مردان جهان مات و مبهوت تکنیک بی نظیر دانیال بشن. بیایید به مقایسه مهار رکورد 360 و 365 کیلوگرم دانیال زمانی نگاهی بندازیم. توی پرس 360 کیلویی دانیال زمانی که مثل همیشه با خونسردی تمام وزنه رو جدا میکنه اونو پایین میاره، اما توی بالا آوردن مقداری ناهماهنگی توی دستاش ایجاد میشه. من رسانه‌های خارجی رو که بررسی کردم خیلی ایراد به این موضوع گرفته بودن. حالا اوج شاهکار هنرنمایی دانیال زمانی رو توی وزنه فضایی 805 پوندی یعنی 365 کیلوگرمی ببینید. دانیال بازم وزنه رو با خونسردی جدا میکنه و با کنترل فوق‌العاده پایین میاره و اینجا وزنه رو با قدرت و بدون کوچکترین لغزشی بالا میاره. باید بگم که رکورد قبلی دست جولیوس مادوکس با وزن 355 کیلوگرم ثبت شده بود و حالا دانیال با قدرت نمایی خودش باز شده که مادوکس آمریکایی احساس خطر کنه و دانیال هم وعده داده که رکورد 800 پوندی رو به زودی در مسابقات بین المللی به صورت رسمی ثبت میکنه. دانیال زمانی در حال حاضر 30 سال سن داره و از سال 1387 توی سن 17 سالگی استارت پاورلیفتینگ رو زده و الان بعد از سالها تمرین و تلاش زیر نظر بابک غضبانی یکی از بهترین مربیان پاورلیفتینگ ایران تمرین میکنه. بابک غضبانی هم خودش رکورد 400 کیلوگرم اسکوات بدون لوازم رو داره که قطعا تجربه همه این سالها ورزش حرفه ای آقای غضبانی هست که باعث پیشرفت سریع دانیال زمانی شده. در آخر ویدیو هم کلیپی ببینیم از رکورد 445 کیلوگرمی با لوازم و یک لایه لباس دانیال زمانی در سال 1395 که در اون زمان 145 کیلوگرم وزن داشته. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا تیم ما به لطف شما و با قدرت به کارش ادامه بده.